سلام و درود، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و پر انرژی. چه سبدگل خاصی، طبیعت کلاس کاغذم زیر سر تو این باکس خیلی نکته آموزشی داره. قبل از اینکه این پست رو ببینیم لایک و کامنت بذار برام و سیرش کن. شالت طبیعت کلاس خاصیه. میخوام تو این آموزش از بیس با هم دیگه بریم جلو، از پایه. من اسفنج خوش گذاشتم روی این سبدم برای این باکس. اسفنج خوش رو گذاشتم بلوکه، گذاشتم اومد بالا. حالا میخواستم ارتفاعش رو بیشتر کنم، اسفنج خوش رو بلندتر میگرفتم. حالا میخوام یه آموزش متفاوت‌تر، کاغذهای ضد آب یا کاغذهای معمولا کاغذ ضد آب استفاده کنه، خیلی بهتره، هم خوش فرم‌تر میشه هم خوش حالت‌تر. میام گوشه‌هاشو کنار هم دیگه قرار میدم، صاف نه، گوشه‌هاشو کنار هم دیگه قرار میدم. اسفنجی که میخوام داخل باکس هم بزنم و میذارم وسط کاغذام. کاغذ ضد آبم هست، مثل سلفان عمل میکنه قشنگ. میام میبینم باکس هم لوگو کدوم سمته، همین سمت میام. آها، یکم میخوام چی حالت پخش داشته باشه، پخش داشته باشه. این از این کار بیس کارم. حالا باکس هم شماره 1 بود یا 2 بود یا 3 بود، با توجه به اون میام کاغذامو برش میدم. باکس کوچیک‌تر بود، خب نصف این کاغذ میام گوشه‌هاشو انجام میدم. اگه باکس هم شماره 2 بود بیشتر خواستم، یا باکس شماره 1 بود خواستم کاغذش ارتفاعش بلندتر بشه، دو تا کنار هم دیگه میذارم یا میام یه دونه رو کوچیک‌تر میذارم. پس این از این باکس‌های سایز بندیش اسنج آبکشام گذاشتم فیکس میشه. میتونی خورده اسنجم کنارش بذاری که دیگه کنده نشه، ولی همین کافیه. و میام چیکار میکنم؟ ابتدا برگارایی میکنم. من قیچیمو خودو گذاشتم، خب همین استفاده میکنم تا قیچیمو بیارم. خب قیچیمو من اینجاست، بیارمش. نگاه کنید همینا شفره ها. میام چیکار میکنم؟ دور تا دوره باکسم کار میکنم، حالت طبیعت گرا میخوام بزنم، الهام گرفته از طبیعت، شاخ و برگ طبیعت. فلرهای خیلی قشنگ و تمیزی هستش. اصلا میام وسطم کار میکنم، میام لوگوم کدوم سمته، اشتباه نکنید. میخوام از دو نوع گل خوشگل که شاید کمتر توی کلیپام استفاده کردم و الان فصلش هستش، قیمتش هم خیلی مناسبه، میخوام استفاده بکنم. از نیلوفر یا مغز پسته‌ای بهش میگم، میخوام تو این کار پسته بهش میگم، مغز پسته بهش میگم، نیلوفر مرداب. داخل اینا پسته هستش، ولی نه اون پسته هایی که فکرشو میکنی. خب دور تا دورش کار میکنم، چند تا وسطش زدم. ببینید همون برگاراییم هم اومدم چیکار کردم، یه حالت گردمانند چتری زدم. ابتدا گلای اصلیمو اضافه میکنم. خب قبل از اینکه بخوام گل اصلیمو اضافه کنم، میام یه حرکت دیگه میخوام انجام بدم. چیکار میکنم؟ از همین نیلوفرهای خوشگلم استفاده میکنم. ببینید نمیخوام بهتون بگم یه دونه لیدر میذاری بعد گوشهاشو، چون حالت طبیعت گراست، الهام گرفته از طبیعته. به خاطر همین میخوام متنوع کار بکنیم. چجوری کار کنیم؟ طوری باشه که در عین بی نظمی یه نظم خاصی به کارمون بدیم. یعنی چی در عین بی نظمی یه نظم خاصی به کارمون بدیم؟ ببین اینجا لوگو من این سمته، یه دونه میام اینو مثلا کوتاه‌تر از بقیه میگیرم، میام جلوی کارم کار میکنم. یعنی اینکه میام یکیشو بلندتر میگیرم، مثل دستگلای فرمالیته، یکیشو کوتاهتر میگیرم، یکیشو از این بر میام ارتفاعشو بلندتر میزنم، اینجوریه. بعد میام شروع میکنم به گلای اصلی، مثلا آفتاب گردون میخوام چند تا شاخه بزنم. گل آفتاب گردون یکیو بلندتر میگیرم، یکیشو ارتفاعشو کوتاهتر گرفتم، یکیو بلندتر، چپ و راست میذارم دیگه. یه کار میتونی بکنی گرد باشه، از همه جهت نما داشته باشه، یه موقع هم نه، میخوای فقط از یه جهت نما داشته باشه، یعنی یک طرفه باشه، دیگه بستگی به خودتون داره. میبینید
این همین نیلوفرا اینو مثلا قنچش باز شده مثل همین شده، یعنی فرق نداره. بعضی میگن خب چه فرقی با هم دیگه داره، گلاشو کندن اینجوری شد. ببینید چقدر بعضی ها واقعا طرفدار این نوع سبکا، یعنی خود منم این نوع سبکا رو خیلی میپسندم. یعنی در عین یه بی نظمی یه نظم خاص ایجاد میکنی، طبیعت گراست و گلا رو با یه سمتی که تمایل دارن خود حالت گل، مثلا آفتابگردون مثلا به سمت راست تمایل داره، به سمت راست گذاشتیم، خیلی طبیعی تره. و میام دون روبایی ها دور تا دارش کار خب ببینید چقدر خوشگل شد. میتونم یکم براقش کنم، اصلا جلوهشو بیشتر کنم، برگاش و خود گلاش. این اسپری اسپری شیمیایی هست، برای یه مدتی میپره، نزنید بهتره، ولی اگه فقط خواستید به برگ بزنید روغن ورک بهتره و برگو شفافتر میکنه. کارو نگاه کنید چقدر انرژی بخشه. اونایی که دستگلای طبیعت گرا میزنن، دستگلای فرمالیته میزنن، میدونن که این سبک کار واقعا حس خوبی به آدم دست میده. فقط نکته رو بهت بگم تمام کنم پستو نگاه کن. اومدیم چیکار کردیم؟ اسفنج خوش زیر کارم قرار دادم، بعد اومدم اسفنج آبکشو زیر کاغذ هام قرار دادم، یعنی کاغذم و اسفنج آبکشم. حالا کاغذو میتونی متنوع بزنی، هر جوری که خواستی میتونی حالت بدی. کاغذم چرا ضد آبه؟ کاغذای معمولی نیست. و اومدم چیکار کردم؟ اسفنجی که قرار دادم حالت فرمالیته تربیت گرا زدم و اومدم پسته هامو اینور اونور گذاشتم، یکی پایینتر یکی بالاتر، یعنی یه استایل خاصی نداشت که مثلا میگن سه ردیف سه تایی، چهار ردیف چهار تایی، نه پراکنده زدم. و این سبک خارج از کشور خیلی استفاده میشه. تو اینا شاید خیلی ها نپسندن، خیلی ها بپسندن، ولی البته طرفدارای خودشو خیلی داره. هر چقدر لذت بری و دوست داری اینو سبک رو بیشتر برات بذارم، برام کامنت بذار، به متوجه شم واقعا سبک دوست داری، علاقه من هستی یا نه. زیر همین پست برام کامنت بذار، لایک و سیوش کن، نکات زیادی داشتیم.